به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سرداران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، قاچاق فروشان، مال مردم خوران، بی پدر و مادران، بی همه چیزان، امامداران، بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، سرداران کلاه، لبدار و فکلیه های استاد دانشگاه، دکتر، جیرخار، استخوان لیس، نوکر آخوند، وطن فروش، در کشوری که روزی اسمش کشور ایران بود، عده‌ای به نام حکومت الله، حکومت دین، حکومت امام زمان، حکومت علی، حکومت محمد دور هم جمع شدند و حکومتی به راه انداختند که کارشون متفاوت با هم دیگه، ولی در یک مورد همشون برای یک کار اومدند. گفتند پیغمبری آمده است، گفتم دهان دارد، گفتند دارد، گفتم برای خوردن آمده است. تمام اینایی که میبینین اینجا برای دزدیدن آمدند. اینا ذاتشون دزده، قبلا هم دزد بودن، دستشون نمیرسیده به دزدن، قانون جلوشون نمیگرفته، با کمک بیدانشان قانون رو برداشتند، بیقانونی رو جانشینش کردند که بدزدند. و چون این خصلت متاسفانه در بین خیلی از ما هست، ما همه شدیم شریک دزدا، ولی دزدا به ما سهمی ندادند، گفتند این مال رهبر، این مال اکبر، یک حوالم دادن به مستضعفانی که رفته بودن شریک بشن، چون الله به اینا اجازه داده بود از اون بالا بالاها طبقه هفتم آسمون، که هنوز خیلی ها قبول دارن الله اونجا رو طبقه هفتم نشسته. باسنش البته خیلی گنده است، چون 80,000 فرشته دارن همجوری بال میزنن که این تخت رو نگه دارن وسط زمین و هوا. ببین باسن چه اندازه است. الله رو اون نشسته و الله دزدان که نمایندش هستن به زمین فرستاد از 1400 سال پیش، گفت برید غارت کنید. در کشورهای مختلف غارت کردند تا 400 سال پیش غارتگران اصلی رو از جبل عامل لبنان ما وارد کردیم و بدبختی خودمون رو شروع کردیم، چون شاه عباس میخواست مرشد کامل باشه، شاه اسماعیل میخواست مرشد کامل باشه، شاه طهماسب میخواست مرشد کامل باشه، احتیاج به یه امام پسری بود که اینا رو تایید کنند و درخت آخوند رو کاشت و این درخت شاخه و برگش خرافه و جهل رو فرو کرد توی وجود ما تا به امروز که هنوز نمیخوایم بفهمیم. هرچی نامیدوزدن میگیم نبا محمد نایمده بود غارت کنه، اومده بود ما رو به راه راست هدایت کنه. راه راست کجاست؟ کی گفته راه راست اونیست که تو عربستون اومده؟ پول بود، دعوا سر درآمد خانه مکه بود، حضرت سم میخواست ندادن، گفت همه شد عبین میبرم یا خودم عبین میرم. پشت کار داشت، رفت مدینه، کارش را انداخت، غزوه کرد، غزوه، جنگ نکرد،
اصلا غارت نکرد مال کسی رو، غزنه میکرد، اونا چون شکست میخوردن این مالشون رو برمیداشت. دستور الله بود. چون شما مردم شکست خوردین از آخوندا، اینا مالتون رو میخورن. دستور اللهه. من بهش میگم دزدی. من میگم اکبر دزده و رهبر دزده. من میگم سه قوه دزدن، من میگم سه تا طویله دزدن. من میگم رئیس جمهور دزده و وزراش دزدن، وکلا دزدن، قاضیا دزدن، قوه ها دزدن، همه دزدند. دزدی اسلامی. برای ادامه این دزدی اسلامی مردم همیشه در صحنه، امت عوام کالانعام، بایستی پایه های اسلام نیاب محمدی رو قرص نگه دارن، یه وقت لق نخوره. اونام وقتی میبینن سوار میتونن بشن، شما اگه بتونی سوار بشی سوار نمیشی. بعدش هم هرچی تو جیبت هست توسط امام غائب برات در میارن، نماینده هاش اونجا چاوسش میکنن، مقبره میسازن، نمیدونم نماز روزه واسش میخوان، هر کاری. تو برو پولاتو بده امام غائب، آخونده حاضر میخوره برات. میره تایچا، میاد بیرون میگه الان هر چونده تایچا بود خوردم، اینم امضای امام زمان. درود بر شما ایرانیان. با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. من دیروز یک فکری رو برای شما میخوندم، عجیب اثر گذاشته بود روی بعضی دوستان و من فکر کردم خستتون کرده، اینی که زود درزش گرفتم. بعد رفتم دوباره خوندمش. این آخراش واقعا ببینید، یه چیزای نوشته اصلا من 23 سالمه و نوشته که من دچار بیماری لنفوم هستم. میگه آخوندها و روحانیون دیگر در پشت خدا پنهان شده اند و شما هیچ راهی به نظرتان نمیرسد جز اینکه این دیوار را از میان بردارید. نه عزیز من، اینا باز فکر توه. اینا پشت خدا پنهان نشدند، روی جهالت شما سوار شدند. مجبورم اینجوری به جواب بدم. درست نمیگویم؟ نه درست نمیگی. از شما خواهش دارم راه دیگری را آزمایش کنید، به خدا توهین نکنید، چرا که سودی ندارد. من اعتقاد ندارم چیزی به نام خدا وجود داره، اون خدایی که تو میشناسی. وقتی اعتقاد ندارم به چیزی، چجوری میتونم بهش توهین کنم؟ من اگر سوال کنم از شما خدا یعنی چی، میگی خدا رو توهین نکن بهش، برای اینکه حرف دیگه ای بلد نیستی بزنی. چیزی که وجود نداره من چجوری بهش توهین کنم؟ از نظر شما توهین داره، تو وجود داره، ولی من اومدم بگم خدایی که شما قبول دارید آدم بدیه، آدم نمیدونم فلانیه. من میام قرآن رو که اون خدایی که شما قبول داری نوشته برات میخونم. اگه نمیخوای اینو بفهمی من کاریت نمیتونم بکنم عزیز من. بچه‌م نوشته پسر 23 ساله هم، نه از آخوندا پول میگیرم نه بسیجی هستم، 100% قبول دارم. دچار بیماری لنفوم هستم، از این بیماری رنج میبرم، ولی به خاطر این خدا رو نمی پرستم. یعنی مسئله این نیست، من از اول خدا رو قبول داشتم. میگه فکر نکنید حالا که مریض هستم خدا رو گرفتم، سالمم که بودم همینجوری بودم. اینها این قبول کرده اینو، اینها همه مشیت الهی است. درمان مریضی من را نیز خداوند در فکر دکترها قرار داده است.
شیشه خالی آوردی؟ من با تو بحث نمیتونم بکنم عزیز من، تو یه چیزی رو قبول داری، منم به تو نمیگم قبول نداشته باش، اما تو به پشتوانه اون خدایی که نمیشناسی کیه به من میگی خفه خون بگیر، راجع به خدا حرف نزن. ولی من به تو نمیگم اون خدا را قبول نداشته باش. فرق یک کسی که خدا را قبول داره با یک کسی که خدا را قبول نداره همینه. هیچ وقت هیچ آدم بی خدایی نیومده یا آدم با خدا رو بکشه بگه تو باید بی خدا بشی، اما همه با خداها بی خداها رو میکشن که تو چرا خدا رو قبول نداری؟ چون خود خدا عرضه نداره، وکیل مدافعش از بچه 10 ساله هست تا پیرمرد 90 ساله. خودش کیه؟ خودش چرا کاری نمیکنه؟ چون انگشتای ما همش علامتاش فرق میکنه. جوون خوبیه، انسان به جایگاه بالایی برسد و همیشه آسوده و بیخیال به سرنوشت خود نباشد. وگرنه فرق انسان با مرغ چیست؟ فرق انسان با مرغ اینه که انسان مرغ رو میخوره، فرق انسان با شیر اینه که شیر انسان رو میخوره. منتها تو امروز رو میبینی، تو اون شهری که توش هستی میبینی، تو نگاهت باز نیست، تو دنیا رو نمیبینی. اگر میخوای همینجوری بمونی من با تو گرفتاری ندارم، تو با من گرفتاری نداشته باش. حرفای من ممکنه همش بی خود باشه. چرا میشینی گوش میدی خودت اذیت میکنی؟ چرا؟ دلیلشو من الان برات میخونم، چون دوستان خودت جواب تو دادن. من از مشهد برایتون ایمیل میزنم، گهگداری برنامه های شما رو تماشا میکنم، همانقدر هم میبینم، همانقدر هم که میبینم به فکر رو میروم و با خودم میگویم انسان دارای قدرت تفکر و اندیشیدن است. حتی اگر حرفایی که این مردک منو میگه، مردک بعدم تو پرانتز نوشته به گفته خیلی ها که دوست ندارن از تهجر کمی در بیایند، حتی اگر حرفای این مردک هم اشتباه و دروغ باشد، اما آیا ارزش ندارد که کمی بر روی آن فکر کنی؟ رضا فاضلی: من اکنون در حال جستجو هستم برای حقیقت، گرچه میدانم هیچ وقت به حقیقت کامل نخواهم رسید. امثال شما برای روشن نمودن و تلنگر زدن به فکرهای در خود مانده بسیار مفید است. البته با متاسفانه ما می ترسیم هنوز از جهنمی که وعدش رو به ما دادن، می ترسیم، من هم می ترسم. هنوز هم با اینکه نماز را ترک کرده ام چون فهمیدم کار ابلهانه است، باز هم ته دلم از عقوبتی می ترسم که نمی دانم این آثار یک عمر شستشوی مغزی با جهالت خودم است یا واقعا نوری است که روزنه هدایت را باز نگه داشته. من جاهلم، یعنی نادانم، حداقل خیلی چیزها را نمیدانم. این که خجالت ندارد. من در برزخی هستم که هیچ یک از دو حالت را نمیتوانم 100% بپذیرم، چون مطمئن به حقیقتش نیستم و این مرا می آزارد. اما می خواهم بگویم برنامه های شما انسان را به فکر وامی دارد و می گوید گوسفند نباشید. من نمی خواهم گوسفند باشم و بعبع کنم، اما قبول کنید بیرون آمدن از این تفکرات اسلامی و شیعی کار آسانی نیست. این نیاز به زمان و برنامه روشنگرانه و مستدل دارد. باز هم برای تان نامه خواهم نوشت. رضای فاضلی عزیز، به کارت ادامه بده. امیدوارم اون جوان 21 ساله این رو هم گوش کرده باشه.
من حرفایی که میزنم تو رو وسوسه میکنه که بیای گوش بدی. من نه به خدا فوش میدم، نه به پیغمبر فوش میدم، نه به علی فوش میدم، نه توهین میکنم. اگر میگم حضرت رسول نشستند و زبیر ابن عوام و علی ابن ابی طالب 700 نفر گردن زدند، بعد حضرت با زن یکی از اینها به هجلتش بردند، این تاریخ قربونت برم. من نبودم اونجا. نزدیکترین تاریخ به این زمان تاریخ طبریه. اگر میخوای بفهمی در ایران موجوده، برو بگیر بخون. اگرم میگی اون تاریخ بی خوده، شما درست میگی. من اصراری ندارم که هر چی من میگم شما گوش بدیده. من واسطه ای هستم بلندگوی حرفای شما از ایران به دوستان دیگتون در ایران. این ایمیلی که دیروز وقتم تموم شد نیمه کار گذاشتم، حکایت آقای بود که با پدر و مادرش جنگ داشت و پدر و مادرش بهش میگفتن که این 30 ساله رو که سپری کردن، حالا میگفتن اسلام این نیست، آخونده اسلام رو خراب کردن. میگه اینها اسلام را به بیراهه میبرند، نمیخواهند باور کنند که نه، اسلام همین است که سید علی اجرا میکند. مگر در دوره اسلام دست و پا نمیبریدند؟ سطر اسلامو میگه. مگه غارت نمیکردند؟ مگه مصادره نبود؟ مگه فروش زنان و دختران آن هم به صورت اسلامی نبود؟ مگر خود پیامبر و علی انسانهای بیگناه را گردن نزدند؟ مگر سنگسار نبود و هزاران مگر دیگر که با کارنامه جمهوری اسلامی فعلی به 1400 سال پیش برابری دارد؟ حتی از آن هم بدتر و سختتر، چون نباید بیزه اسلام ناب محمدی ترک بردارد. پس خواهش میکنم در برنامه هایتون کمی با پدر و مادرها صحبت کنید، با آنها گوشزد کنید که بیشتر از این با حرف های پوچ و خرافگوییشان فرزندانشان را به قهقرا نبرند. بگذارند آنها در تصمیم دینشان آزاد باشند تا بلکه اندکی از بار گناهانشان کمتر باشد. عزیز من، پدران، مادران، شما که میگید مسلمونید، به اندازه 10 دقیقه نرفتید بفهمید مسلمونی چیه. هر کی پدرت گفت و مادرت گفت و آخوندها گفت، اونو قبول کردی به عنوان مسلمونی، بدون اینکه اگر اصلا فکر کنی که مسلمونی چیه. بذار پسرت فکر کنه، بذار دخترت فکر کنه، بذار این بیراهی که تو رفتی اونا نرن. من نمیگم تو دین تو عوض کن، من نمیگم تو فکر تو عوض کن، من میگم دست از سر اونا بردار. تصمیم گرفته بره جهنم، تو چی کار داری؟ منم تصمیم گرفتم برم جهنم. میدونی چرا؟ برای اینکه نه من جهنم رو قبول دارم نه اون، نه من خدایی رو قبول دارم که بهشت و جهنم یعنی حوری خونه و کبابی داره، نه پسر تو. دست از سرش بردار. حرفای عوامانه نزن، همینجوری که الان در بعد از این میخونم. آقای فاضلی شاید باور نکنی، دوستانی دارم که همیشه با من برنامه شما را میبیند، کتاب هایی که من خوانده ام هم به آنها داده ام، اکثرا خردگرا شده ام. ولی برای اینکه بدانید بعضی از پدر مادرها چگونه فرزندانشان را با خرافگویی نابود میکنند، برای شما مطلبی واقعی مینویسم. امیدوارم که روی خط بخوانید و پاسخ این پدری را که این حرف ها را به فرزندش زده و از دوستان من است بدهید. و آن این بوده که وقتی پدر دوستم دیده فرزندش با همه وجود از شما و صحبتهایتان حمایت می کند و حتی کتابهای از آقای شفا انصاری و غیره را برایش در رابطه با اسلام و مسلمانی و الله و غیره مثل زده و الله را انکار کرده است، در جواب پدر دوستم به او می گوید آقای فاضلی همین کارا را کرد که بچه هایش را الله ازش گرفت. خاک بر سر اون الله اگه بچه من گرفته. بچه من و سربازان بی پدر و مادر امام زمان، نه نماینده امام زمان،
بم گذاشتن کشتن، به الله هیچ ربطی نداره، الله انگشت تو دماغش هم نمیتونه بکنه. اگر جایی سراغ دارید که الله تونسته اینجاشو بخارونه به منم بگید. حالا تو هم برو اون حرفا رو بزن تا الله تو را نابود کند. ببینید چه الله زبونی درست کرده. ببینید این پدر چقدر اون خدای بزرگ کائناتو اوورده بدبخت بیچارش کرده، بدون اینکه خودش بفهمه، بدون اینکه بفهمه چی داره به بچهش میگه. آخه واقعا اگه الله نشسته ببینه من چی میگم، کاری نداره، همینجا میتونه منو خفه کنه. ولی چون ارزه نداره، اکبر دوزه و علی شیره ای رو میفرسته که سوار یه احمق بیشعور نفهم بشن. اونا برای این که برن پیش الله، الله ببردشون تو حوری خونه، میان بم میذارن تو دکون من. شعور باید پیدا کرد عزیز من. الله ارزه این که صورتشو بخارونه یا باسنشو بخارونه نداره. سنگم نشدم. یا بلاهای آسمانی بر تو نازل شود. همون حرفایی که 200 سال، 300 سال، 2000 سال پیش می زدن، همینا رو یاد گرفته، همینا رو تعبیر برچش میده. اینقدر نمیخواد بره بخونه و بفهمه. یه جفت کفشی میخواد بخره، 8 تا کفاشی میره. 60 ساله، 70 ساله، علی، حسن، حسین، امام رضا، برم گریه کنم، برم تو حوری خونه، خدا حوری برام بفرسه. میدونی صاحب حوری خونه اسمش چیه؟ توی زمین، من رو هوا رو کاری ندارم. البته ببخشید که من اینها رو گفتم، من حضور شما معذرت میخوام. امیدوارم به بزرگی خودتانم پدر را ببخشید. نه عزیز من، من با اون پدر گرفتاری ندارم. اون پدر نمیخواد بفهمه. این آقایی که 21 سالشه برای من دیروز نوشته بود، آدم بسیار خوبیه، نمیخواد بفهمه. همونی که تو مغزش کردن همونو قبول داره. منم باهاش کاری ندارم، میگم قبول داشته باش. چیزی رو که میکروبی که اسلام از نظر من ویروسه، 1400 سال تو رگ و پی ما رخنه کرده، شما توقع دارین یک شبه بیاد بیرون؟ اونا که یه شبه میتونن ترکش کنن نابغه هستن. دیروز براتون خوندم، نه امروز بود، هم آقایی که از مشهد نوشته بود، گفته بود که وسط زمین آسمون موندم نمیدونم چیکار کنم. حقیقتیه، حقیقتیه. تو این برزخ مونده، هنوز اون ترسه رو داره، نبوده اون نوره یه قطع بشه. حرفایی که تو مغزش کردن و با هیچ چیزی رفع نمیشه جز با خوندن، با گفته من چیزی درست نمیشه. برای اینه که من به کمک این دانشمندانی که حالا اسمشون رو میخونم اینجا براتون رفتم، از اونها کمک گرفتم که بتونم به شما کمک کنم. خواستم ببینید یک پدر چگونه فرزندش را نصیحت میکند، او را میترساند. مطمئن هستم در بین خانواده های ایرانی کسانی هستند که این مشکل را دارند، پس خواهشان جواب او را بدهید و نصیحتش کنید. مطلب بعد این که من هم با نظر شما در رابطه با پاشنه آشیل حکومت اسلامی راجع به چهارشنبه سوری اظهار موافقت کردند و گفتن که اون روز روزی است که اگر ما بتونیم به پشتوانه آتش این اهریمنان رو از میدان به در بکنیم، بکنیم. در ادامه کارمون، من این چیزهایی که نوشتم تیتر براش نوشتم که یادم نره چیه، ولی بعضی ها تیترش هم باک شده. آن این آقای لیونه که دوستی که من دیروز جوابشو دادم،
میگن که با عرض سلام به شما خواهشمندم نامه را در برنامه‌تون بخونید. من از شبهه در بیام. آقای فاضلی، شما همیشه میگید شیعه مشکلات زیادی داره، کلی ازش ایراد میگیرید. اینطور به نظر میرسه با سنی مشکل ندارید. یا برداشت من اشتباه هست؟ به من بگید در این مورد یه سوال دیگه داشتم. میگید به خرد توجه کنید و به موارد دینی با خرد بنگرید. این خردی که شما میگید چجوری تقویت بشه؟ آخه هر کتابی با یه نگاه خاصی به مسائل دینی نگاه میکنه. به کتابهایی که شما توصیه میکنید تو ایران چجوری دست پیدا کنیم؟ این که شما میگید با دین سرمان و کلاه گذاشتن، به نظر شما بدون دین هم میشه زندگی کرد؟ بله. اصل دین به چه وسیله‌ای به دست میاد؟ دیروز گفتم براتون، گفتم دین رو اصلا بریم معنی کنیم ببینید چیه. این تناقضات رو چجوری از هم تشخیص بدیم؟ توضیح هم میخواستم، دیروز توی تلویزیون مسیحی دیدم از انجیل میگفت مسیح پیامبر نگفته بعد از من پیامبری میاد و گفته پیامبران دروغین میآیند. این تناقض مربوط، ببین عزیز من، دین یک سازمان و یک مرکز تجاریه. همه دین ها اومدند، شما از تورات شروع کنید بخوندن، وقتی که اکسدوس میخواد شروع بکنه، حضرت موسی به بنی اسرائیل میگه برید از همسایه هاتون طلا و نقره هرچی دارن قرض کنید، بگین ما عروسی داریم. و اصرار میکنه یهوه دل اونا رو نرم میکنه که اونا طلا نقرهشون رو بدن به شما. حرف نظر من بچگونه است، ولی پایه دینیه. وقتی میخواد خیمه اجتماع بسازه طلا میخواد و نقره. وقتی میخواد قربانی بده گوسفند یا گوساله نر سالم میخواد. مگه یهوه کبابیه یا کباب دوست داره؟ شما هر کجای دنیا یک محل دینی که ببینید، هر کدوم تلاش زیادتر باشه مشتریاش زیادتره. امام رضا زندگیش جوری بود یه انگور خورد مرد. این طلاها رو از کجا آورده؟ به بهانه دین طلا میگیرن. همه گنبدا طلاست. مگه خدا مرض طلا گرفتن داره؟ دین یعنی مغازه، یعنی دکون. علتی هم که اینا دعواشون میشه این دینه میگه من درستم، همه بیان پیرو من، به من باج بدین. بزرگترین سازمان اقتصادی دنیا، شما هم ممکنه فکر کنید بیل گیت فلانه و همدانه، واتیکانه. انقدر دور دنیای واتیکان ملک داره که خودش میتونه یه کشوری قد کشور ایرانو بخره، متری میتونه بخره. این کار دکونه. دین یعنی مغازه، توش یه جنس میفروشن، فرق نمیکنه چی دینی، میخواد زرتشتی باشه، میخواد بهایی باشه، میخواد مسلمون باشه، حالا همه همتون با من بد بشین، هیچ اشکالی نداره. اینا میگن بیا اینجا پول بده، تو مسجد بری باید پول بدی، تو زرتشتی ها بری باید پول بدی، توی مسیحی ها بری باید پول بدی، توی یهودی ها بری باید پول بدی، توی بودایی ها بری باید پول بدی، توی شمنا بری باید پول بدی، توی بهایی ها بری باید پول بدی، تو کانفوسیوس بری، هر جا بری باید پول بدی. این دکونه. دکونه یعنی تو باید پول بدی، وقتی این دین رو قبول کردی بری پول بدی. دین یعنی این. بعد همه میگن دین یه خدا داره، همه میگن خدای من درسته، اون خداها بی خوده، بریزنش دور. عیسویت ادامه یهودیته. در یهودیت موسی یهوه رو خدا کرد، یا یهوه موسی رو پیغمبر کرد. هر کدوم اینا با همدیگه ربط دارن، کسی هم وسطشون نبوده. هر کدوم رو درست کرد به من مربوط نیست.
عیسی یک یهودی بود که من گفت من نیامده ام که یک کلمه از تورات رو دست بزنم. تورات به اون پنج سفر اولیه، به اسفار پنجگانه میگن، ولی اصطلاحاً به همه عهد عتیق میگن تورات. عیسی کاری اصلا به اینا نداشت، کتابم ننوشته بود، جبرئیل هم هی نمیمد و بره. وقتی مرد یه دی اومدن گفتن عیسی اینا رو گفت، میشه انجیل. تو خود تورات نوشته، اسفار پنجگانه که تا زمانی که موسی زنده بود موسی نوشت، نگفته رو چی نوشت، نگفته کی براش نوشت، نگفته وقتی اینا تو بیابون بودن هیچی نبود، مرکب از کجا تولید میکرد مرتب، هیچ کدوم اینا رو نگفت. نوشته موسی نوشت، کتاب آسمانی نوشت. دین یعنی این، یعنی فکر نکن، تعبدی قبول بکن که تو یهودی هستی، خداد یهوه است، پیغمبرت موسی است، برادرش هارونه، الازر هم جانشینشه، نمیدونم یوشه جانشین اونه. ببین اینها رو باید قبول کنی، دنبال دلیل و برهان نرو. محمد هر جا گیر میکرد، یارو رفته بود به زنی که تجاوز کرده بود، حفصه و عایشه ریخته بودن سرش، الله، همون خدایی که شماها میگین، کار کهکشانا رو ول کرد، اومد یا آیه فرستاد که آی سر به سر پیغمبر من نذارین، من میگم طلاقتون بده، از اون دخترهای خوب نصیبش میکنم باکره. آیه قرآنه، سوره تحریم رو بخونید و بفهمید، همین بفهمید، من چیز دیگه نمیخوام. باز به من میگی دین چیه؟ دین چی چیه؟ دین از کجا اومده؟ الان یه آقای هست هندی، ریشش هم تا اینجاست، یه دین جدید آورده، 20 رولز رویس بهش دادم. پیغمبر باید پولدار باشه؟ بی خودی که نمیشه که. باشیم برین اسرائیل، اون قصر با اون بزرگی که برای حضرت عبدالبها درست کردن، ببینی چقدر خرج نگهداری اون میشه، پولا رو کی میده؟ کی میده پولا رو؟ یا آدم میخواد قبول کنه یا نمیخواد قبول کنه. فرق اون آدمی که برای من نامه مینویسه، حرف پرت و پلا میزنه، با این جوون 23 ساله که راجع به خدا حرف میزنه و به من میگه تو گفتی خدا نیست و اینا، بر من هیچ فرق نمی کنه. هر دوشون تو یه سطح هم، هر دو متعصب مذهبی هستن. کسی که تعصب پیدا کرد جلو چشمش پرده کشیده میشه، نمیبینه دیگه، اون چیزی که خودش میبینه باور میکنه. منم باهاش گرفتاری ندارم، من نمیگم تو آدم نادانی هستی که اینجوری فکر میکنی، ولی حق دارم پیش خودم فکر کنم که این آقا تعصب مذهبی داره، این خانم تعصب مذهبی داره. مسئله دین، خیلی ها هستن فکر میکنن حتما تو یه دینی باید داشته باشی. خیلی خوب، دین چیه؟ همین که بری سینه بزنی بگی حسین حسین کشته شد، این دینه؟ شب به 19 تا 21 قرآن سر بگیری، به کیا الله بگی، این دینه؟ خب چی میگی به کیا الله؟ چی چیه به کیا الله؟ به کیا الله دیگه، الله الله. فبعی آلاء ربکما تکذبان لا بشیء من آلاء ربک اکذب. بله فهمیدی یعنی چی؟
نه من نفهمیدم یعنی چی؟ من خودم هم نمیدونم. من نمیگم کار بدی میکنی، بازم برو بکن، به من چه؟ در یک پاراگراف این جوان 21 ساله نوشته اگه از ترس خدا نباشه سنگ رو سنگ بند نمیشه. این ممکنه درست باشه. در کجا؟ در کشور بی قانون، کشوری که قانون نداره، مثل ام القرای مکه، هر کی زورش زیادتر بود گردن اون یکی میزد. اگر افراد قبیله اون زوردارتر بودن میمدن یه نفر از این میکشتن. این کار دور تسلسل ادامه داشت. پس باید یه قانونی باشه، چون قانون کسی نمیفهمه نمیتونه اجرا کنه، پس باید یه خدا درست کنیم اون بالا که تو اگه یواشی کم بخوای آدم بکشی اون خداه بدونه، مگر اینکه به فرمان حضرت رسول و برای اون آدم بکشی. اما امروز قانون حکم میکنه. امروز اگر یک کشیشی به یه دختری تجاوز کنه میبرنش زندان. در کشور بی قانون ایران اگر یه آخوندی به یه دختری تجاوز کنه لباسشو در میارن. بذار یه مثال برات بگم. این حرفی که میزنم عمومیه، اگه کسی هم بدش میاد از من پوزش میخوام. اگر تو به خاطر قانون دزدی نکنی، به خاطر اینکه اگر دزدی بکنی میبرنت زندان، پس بنابراین نباید بدزدم، تو ذاتن و فطرتن دزدی. تو سعی میکنی دور از چشم قانون دزدی بکنی. این قانون میتونه قانون مدنی باشه، میتونه قانون خدا باشه، میتونه قانون پیغمبرش باشه. تو ذاتت دزده، چون از ترس الله دزدی نمی کنی. اگه الله ترسی نداشته باشی دزدی می کنی. در کشورهایی که قانون هست میگن شما از ترس قانون نباید دزدی نکنی، باید بدونی دزدی بده. توی مدرسه یادت میدن دزدی بده، عوض علم شریعت و نمیدونم عربی خوندن و شربر تو گوش من کردن، شرعیات و نمیدونم مزخرفات، عوض اون میان یاد من میدن دروغگویی بده، دزدی بده، تو نباید دزدی بکنی. اگر کردی اون وقت میری زندان، چون همه جای دنیا آدم دزد هست. اما اگر فقط به خاطر اینکه الله و من میترسم الان به این خانمی که من تو اتاق باهاش تنها هستم و زورم بهش میرسه تجاوز نمی کنم، من آدم بدی هستم، من آدم خوبی نیستم، چون از الله میترسم. هنوز نمیدونم من باید صاحب نفس خودم باشم، هنوز نمیدونم من باید بدونم چه کاری بده چه کاری خوبه، من هنوز نمیدونم چه کار بد رو بدون ترس الله نباید بکنم. پس بنابراین اگر تو از ترس الله آدم خوبی بودی آدم بدی هستی، آدم خوبی نیستی. و اگر با الله معامله کردی که اینجا فرض کن به یه نفر کمک کنی، بعد الله تو رو ببره توری حوری خونه واسه خانم بیاره، بازم آدم بدی هستی. تو معاملگری، تو الله شناس نیستی. تو اون کار خوب رو به خاطر خوبیش نمی کنی. تو دوزار میدی پنیر بیخری.
مردمی و ملتی ترقی می کنند که به اون اندازه فهم و شعور برسند که کار بد بده. کار بد نفسش بده و نباید کرد. دوستان عزیز، من سایت هایی دارم به نام رضافاضلی.com، رضافاضلی.net، رضافاضلی.org. شما در هر کجای دنیا که باشید میتونید از این سایت ها استفاده کنید مجانی. میتونید برنامه های من رو با کیفیتی که روی تلویزیون میبینید ببینید اونجا. برای این سایت ها مقداری خرج میشه. برای این برنامه که روی تلویزیون صبح ساعت 7 صبح تا 8 صبح به وقت لس آنجلس و شبها از 12 تا 1 بعد از نصف شب به وقت لس آنجلس پخش میشه، هفته 5 روزم هست، شنبه و یه شنبه برنامه ندارم، پولی داده میشه. شما که از این برنامه استفاده میکنید، اگر فکر میکنید این برنامه به برادران شما، به خواهران شما، به ایرانیانی که در داخل ایران هستند کمک میکنه، اگر فکرتون اینجوریه، شما باید این برنامه رو سرپا نگه دارید، چون من جایی درآمد ندارم. از کسی هم پول بالاتر از $100 نمیگیرم. علتش هم همینه که اگر یه روزی این $500 قطع بشه، آخر هفته، آخر ماه باید از جیبم بدم. ولی $100 میره، یه $30 میاد، $30 میره، یه $50 میاد. اینها کار من را میندازن. و شما هم میتونید برای من پول بفرستید، هم میتونید کارت به من بدید، هم روی سایت، هم میتونید دونیشن بدید، هم میتونید با پیپال پول بدید. اگر فکر میکنید که با کمک کردن به این برنامه به هموطنان خودتون در ایران کمک میکنید، من هیچ ادعایی ندارم. من ادعای رهبر بودن دارم، ادعای پروفسور بودن دارم، نه ادعای معلم بودن حتی دارم. من کتاب ها رو با شما در میون میذارم. توی آخر وقتی که داریم یک مقداری از این قرآن براتون میخونم که زیاد عقب نیفته و بتونیم برنامه رو فردا ادامه بدیم، چون دیگه راجع به کتابم با شما حرف نمیزنم. یک شخصی اینجا نوشته بود، این حیفه چون مربوط به من نمیشه، مربوط به بزرگ داشته این عزیزانی میشه که این کار رو در اختیار ما گذاشتن. نمیدونم، ندارم، اگر باشه فردا براتون. بله، اینجاست. میگه درود به شرفتان استاد، میخواهم از طرف خودم و دوستانم از جناب عالی آقایان مسعود انصاری، شجاع‌الدین شفا، علی میرفطرس، آل دالفک، مهدی شمشیری و زنده یادان احمد کسروی، علی دشتی و همه فرهیختگان میهنم به خاطر نوشتن کتاب‌های مفید و روشنگر سپاس و قدردانی داشته باشم. من بر این باورم مردان بزرگی همچون کسروی، دشتی، طالبوف، آخوندزاده، آخان کرمانی و نامدارانی همچون فردوسی و خیام و حافظ و مولانا همه زنده اند و بچه های فردای ایران نامشان را بر بلندای کوه ها خواهند نوشت. اکنون بیش از 14 ماه هست برنامه های شما را میبینم. از 10 ماه پیش مرا بدجوری عاشق کتاب و کتاب خواندن کرده اید. اول فکر کردم بروم ترکیه و از آنجا پول به شما بفرستم. دوست کرد ایرانی دارم که در شهر وان ترکیه فامیل دارد. به هر صورت رفته و کتاب ها رو دانلود کرده، چون دیده $500-600 خرج میشه. تازه ممکنه اون دوست کرد ایرانی که سنیه این کتاب ها رو تا ببینه مذهبیه پاره کنه بریز دور. و با این ایمیل از کسانی که کتاب نوشتن و ایشون مجانی میخونه هم تشکر کرده، هم پوزش خواسته.
میگه راه دیگه ای ندارم برای خوندن کتاب. وجدان پاکش مسئولش کرده که این بابا این کتاب رو نوشته که بالاخره زحمت کشیده یه پولی از توش در بیاد. من مجانی میخونمش و از من خواسته روی ار از اینا پوزش بخوام که من از این کتابای شما مجانی استفاده کردم. این دنباله اون حرفیست که من با شما زدم. شما اگر به این برنامه کمک نکنید، این برنامه نمیتونه به مردم داخل ایران کمک کنه. اختیار با خودتونه. کتاب‌های این بزرگوارانی که اسم آوردم تمامش موجوده، هر کدومو بخواید در خدمتتون هستم. در سوره 34، در آیه 34 سوره انفال، هشتمین سوره قرآن، الله می‌فرمایند چرا خدا آنها را مجازات نکند در حالی که مردم را از مسجد الحرام می‌دارند. آنها که متولی مسجد الحرام نیستند. دعوا سر چیه؟ سر متولی بودن مکه. متولیان مسجد الحرام فقط افراد با تقوا هستند، ولی بیشتر آنها این را نمی‌دانند. ابو سفیان حق نداره باشه، حضرت محمد باید متولی باشه. در آیه 35 الله می‌فرمایند نماز آنها در خواب خانه کعبه جز سوت زدن و دست زدن نیست، بنابراین عذاب را به علت انکاری که می‌کردید بچشید، سیخ کباب رو آتیش بچرخونمش. افراد بی ایمان مالشان را خرج می‌کنند تا مردم را از راه خدا باز دارند، منظور امویانه. آنها مالشان را خرج میکنند ولی حسرت به دلشان میماند و مغلوب میشوند. افراد بی ایمان در جهنم جمع آوری میشوند. افراد بی ایمان کسانی هستند که کعبه را تعبیر حضرت محمد نمیدن. برای اینکه خدا ناپاک را از پاک جدا کند و ناپاک ها را روی هم بگذارد و همه را متراکم کند و در جهنم قرار دهد، برای اینکه خدا این کارها رو بکنه، افراد بی ایمان زیانکارانند. به افراد بی ایمان بگو اگر از کارهای خود دست بردارن، سوابق آنها آمرزیده می شود. هر غلطی تا حالا کردین، بیاین الان مکه رو تحویل من بدین، کعبه رو آمرزیده می شین. اگر باز کار خود را ادامه دهند، روش پیشینیان که هلاکت است درباره آنها اجرا خواهد شد. پیشینیان همه مردن، خود محمد هم بعدش مرده، ولی تهدید میکنه هلاکت. با آنها بجنگی تا فتنه باقی نماند. الله میفرماید بجنگید و قانون تماما اختصاص به خدا داشته باشد، وقت در نبود خدا به رسول خدا. اگر از کار خود دست برداشتند، خدا کارهایی را که میکنند میبینند. بله، الله و الله بصیرون علیم از این حرفا. آیه 40 می‌فرمایند اگر قبول نکردند، بدانید که خدا مولای شماست، چه یاور و پشتیبان خوبی. منظور از همه خداها اللهه. در قرآن می‌نویسه الله، آقای بختیار نژاد خدا ترجمه کرده. اگر به خدا و آنچه روز جدا شدن حق و باطل، در روزی که دو سپاه به هم برخوردند، از این قزوه هایی که حضرت پشت سر هم 68 کرد، بر بنده خودمان نازل کردیم ایمان دارید، بدانید که یک پنجم هر چیزی که در جنگ به غنیمت گرفتید اختصاص به خدا و رسول و خیشان و یتیمان و تهیدستان و در راه ماندگان دارد. خدا بر هر کاری قادر است. یک پنجم هر چیزی که در جنگ به غنیمت گرفتید مال کیه؟ مال خدا که ما نمی‌بینیمش. رسول اونجا نشسته. خیشان، لابد حضرت علی و عمر و
ابوبکر و اینا، چون اونا که چیزی نگرفتن. یتیمان و تهیدستان یعنی مستضعفین و در راه ماندگان. راه میفتیم میریم اون بر دنیا ببینیم که تو راه مونده، پولا رو میدیم بهش. بعد در این آیه 41 بود، آیه 42 میفرمایند وقتی را یادآوری کن که شما در طرف نزدیکتر بودین، یعنی به مدینه نزدیکتر بودین، و آنها در طرف دورتر و کاروان مکه پایینتر از شما بود. اگر قرار میگذاشتید در آن اختلاف پیدا میکردید، ولی خدا میخواست کاری که شدنی بود انجام شود تا هلاک شدن آنها را از روی دلیل و زنده ماندنشان را از روی دلیل باشد، چون خدا شنوای داناست. خدا راجع به دفعاتی که حضرت سعی کرد یه دیر بفرسته کاروانها رو غارت کنه مطلقا حرفی نمیزنه، ولی اونجا که حضرت نقشه‌ای کشید که در نخله پیروز شد راجب اونجا حرف میزنه، راجب غزوه هایی که حضرت پیروز شد الله میده دست جبرئیل میاره پایین، و بعد راجب اونجاهایی که ضرر داره کار نه. اگر یه نفر شاعری شعر میگفت از گفته های قرآن هم قشنگتر میگفت، شب کشته میشد و الله شاد میشد. اینا که من دارم میگم حرف من قبول نکنید، برید همون تاریخ طبری رو بخونید. آقایی که از ایران از اصفهان به من تلفن کردی گفتی قرآن چی کار کنم، قرآن در ایران با پشتوانه حکومت دینی همین یارو مدکی که خیلی معروفه، برنامه هم داره تلویزیون، قرآن ترجمه کرده. این قرآن ترجمه رو، ترجمهش رو بخونید. تفسیرش یعنی خدا نفهمیده، پیغمبر نفهمیده، همه این آدم ها که تاله اومدن نفهمیدن. من فهمیدم که معنی این اینه، ما 1400 سال پیش که جبرئیل اینو ورد معنیش این نیست که من ترجمه کردم، معنیش اینی که من تفسیر کردم. حالا همه تون دسترسی دارید به قرآن، هر قرآنی که گیرتون میاد به فارسی بخونید، با همه دستکاری که توش کردن تفسیرش نه، معنیشو به فارسی بخونید، نه اینا که زیرش نوشته ها، اینا که یه تیکه اومده آیه های قرآنو عربی این بر نوشته، فارسی هم این بر نوشته، بعد همه سفر رو، همه دو سفر رو برشته تفسیر نوشته. کاری به اونا نداشته باشین، معنیشو بخونید. و کاری کنید این برنامه پا بر جا بمونه. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.